بنیاد جهانی آیت الله عظما شیرازی پیامی برای کنگره پارلمان های کشورهای عربی ارسال کرد. به گزارش پایگاه اطلاع دفتر آیت الله شیرازی در پیام این بنیاد آمده است همه ی تلاش ها برای برگزاری کنگره رؤسای پارلمان های کشورهای عربی در حالی صورت می گیرد که جهان عرب بیشترین نیاز را به گفتمان مشترک و تفاهم اقلایی دارد تا از این راه گذر و سازکار گسست رایج و شاید در بین شماری از کشورهای عربی را پایان دهد و یا حداقل از آن بکاهد در پیام بنیاد افزوده شده امروزه کشورهای عربی سخت تحت تاثیر بحرانهای منفی در عرصه ارتباطات عربی عربی قرار گرفتند به گونه ای که دیوار یخی و بیاعتماد. در تعامل آنها کاملا بارز و چشمگیر شده و کار به جایی رسیده که موزیگیری ها حاکی از قطع روابط، تهدید و چالش و منازعات پنهان و آشکار است و این وضعیت به صورت مستقیم بر زندگی مردم این کشورها سایه افکنده و پدیده نفرت، کینه و تهاجم رسانه نکوهیده و معیوب را به وجود آورده و دامنه آن را گسترش داده است. بنیاد جهانی آیت الله عظما شیرازی از همه شرکت کنندگان در همایش رؤسای مجلس کشورهای عربی دعوت کرده بنابر جایگاه و مسئولیت قانونی و انسانی خود برای کاستن از منازعات و چالش جاری بین کشورهای عربی نقش کارآمد ایفا کنند. بنیاد در این نامه در راستای منافع و مصالح عالیه ملتها و شهروندان این کشورها خواستار مقدم دانستن اتحاد و وحدت کلمه بر منافع گروهی مذهبی شده است بنیاد همچنین کشورهای شرکت کننده را به پرهیز از جبههگیری سیاسی تایفهی و مذهبی فراخوانده و سران این کشورها را به وحدت کلمه در مبارزه با تروریسم و گروه های افراتی دعوت کرده است. در پایان پیام بنیاد نیز آمده است. این بنیاد اعتماد خود را به هوشیاری و بیداری رؤسای مجالس گرد آمده در قاهره اعلام می دارد و بر توان مندی آنان در کنترل خطرهایی که ملتها را تهدید می کند و حجم مسئولیت آنان در بهبود بخشیدن به زندگی ملتهایشان تاکید می کند.